سلام دوست قشنگم، خوش اومدی به کانال خودت. من نفیس هستم و امروز اومدم براتون چند تا خاطره ترسناک تعریف کنم. این خاطره ها رو من از سایت انیگما برداشتم که براتون اینجا می نویسم. اگر دوست داشتید سر بزنید بهشون و بقیه خاطرات رو اونجا بخونید. فقط قبل از همه اگر تا الان کانال من سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب فشار بدید، زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیو گذاشتم شما هم سریع با خبر بشید. ضمن اینکه لایک و کامنت یادتون نره بچه‌ها، بزنید بریم توی خاطرات ترسناک رو براتون تعریف کنم. قضیه توی کاشان اتفاق افتاده. آقایی که این قضیه رو تعریف کرده میرفته حمام عمومی و گفته که به خاطر اینکه همیشه حمام شلوغ بوده، به خاطر که به اون حجم شلوغی نخورم، به خاطر همین یک روز صبح زود بلند میشم که برم حمام. قبلا دلاک بهم تذکر داده بود که وقتی میای اگر من خواب بودم به هیچ وجه نباید بیدارم بکنی. چراغ حمام هم خاموش بود. سرم انداختم زیر و رفتم که خودمو بشورم و زودتر کارمو تموم کنم و برم، که دیدم برخلاف همیشه یه آقای دیگه هم توی حمامه. به رسم ادب بهش سلام کردم و تو همین حینم با هم دیگه حرف میزدیم. بعدش بهش گفتم که میشه پشت منو کیسه بکشید و قبول کرد. مرد هم قدش کوتاه بود، هم ریشه خیلی بلندی داشت. به خاطر همین من مجبور شدم که بشینم روی نیمکت توی حمام که بتونه راحت پشتمو کیسه بکشه. ولی وقتی که نشست، همینجوری که مشغول حرف زدن بودیم، به خاطر اینکه راحت تر بتونه پشتمو کیسه بکشه بیشتر خم شدم، تا اینکه چشمم خورد به چیزی که همه مردم در موردش حرف می‌زدن و همه ازش می‌ترسیدن. اون مرد به جای پا سم داشت. عرق سرد به تنم نشست و شروع کردم به لرزیدن. یه دفعه ازم پرسید چرا داری میلرزی؟ گفتم هیچی نیست، هوا خیلی سرده. اصلا به روی خودم نیاوردم که چی دیدم. سری دوش گرفتم، پول رو گذاشتم روی میز دلاک و از اونجا اومدم بیرون. قضیه رو برای چند نفر تعریف کردم و بهم گفتن که آره، تو واقعا جن دیدی. دفعه بعد که رفتم حمام قضیه رو به دلاک گفتم، ولی بهم گفتش که خیالاتی شدی، همچین مردی اینجا نیومده. البته از اون به بعد هم دیگه اون مرد رو اونجا ندیدم، ولی هنوزم که هنوزه. تا الان که رسیدم به سن 80 سالگی به خودم میگم چه دل و جرأتی داشتم که بازم تنها میرفتم همون. این قضیه یه دختری که تازه نامزد کرده تعریف کرده. گفته یه مدتی بوده که وسایلش گم میشده و یه مدت بعد هم سر جای قبلیش پیدا میشده، ولی توجهی نمیکرده تا اینکه یه بار نامزدش توی شمال براش تولد میگیره و اینها میرن تولد و اینها میرن مراسم هم به خوبی و خوشی تموم میشه و همه مهمون ها میرن خونه. شب که دختر داشته توی رخت خوابش با نامزدش صحبت میکرده، میبینه که یکی از بادکنک های هلیومی که توی اتاق خواب پدر و مادرش بوده راه افتاده و اومده به اتاق خودش، در حالی که عملا هیچ امکان نداشته که این بادکنک بخواد اون مسیر رو طی بکنه و بیاد برسه به اتاقش. گرچه وقتی که قضیه رو برای همه افراد و خانواده تعریف میکنه بازم هیچ کسی باور نمیکنه. این خاطره هم مربوط به یه خانومی هستش به نام محبوبه که سال 1310 اتفاق افتاده. این خانوم متاسفانه الان در قید حیات نیست و اون زمان توی یکی از شهرستانهای غرب کشور زندگی میکرده، توی یکی از روستاها زندگی میکرده. شوهر خانم محبوبه فوت میکنه و ایشون مجبور میشه برای نگه داشتن 4 تا بچهش بره سر کار. و کارشون هم اینجوری بوده که باید ساعت 5 صبح از خونه میرفتن بیرون و با چند تا زن دیگه میرفتن سر کار. ولی یه روز محل کار عوض میشه و بهشون میگن که فردا ساعت 5 صبح میایم دنبالتون و میبریدتون به محل کار جدیدتون. و محبوبه خانم هم قبول میکنه. فردا صبح ساعت 5 صبح در خونهشون رو میزنن. محبوبه خانم میره دم در و میبینه که همکارش پشت در منتظرشه. اون روز برف خیلی شدیدی هم اومده بوده. همکارش از جلو راه میافته و محبوبه خانم هم پشت سرش حرکت میکنه و میره. به خاطر اینکه برف خیلی سنگینی اومده بوده سعی میکرده که جای پاش رو بذاره جای پای همکارش. اما همینجوری که هی میرفته جلوتر و نگاه میکنه دقیق میشه به جای پا، میبینه جای پا هرچی که میگذره داره بزرگتر میشه. وقتی که با این صحنه روبرو میشه خیلی میترسه و بدون اینکه حرفی بزنه به سرعت برمیگرده به خونه و به محض اینکه میرسه دم در خونهشون میبینه همکارش دم در ایستاده. قضیه رو به همکارش میگه و همکارش بهش میگه خیلی کار خوبی کردی که برگشتی، به خاطر که اون جن بوده داشته تو رو با خودش میبرده. این داستان ترسناکی که میخوام براتون تعریف بکنم مربوط به 8 سال پیش هستش که پدرم تصمیم گرفت توی خیابون اشرفی اصفهانی یه خونه کرایه کنه.
توی اون محله تمام خونه ها نوساز شده بود، آپارتمان ساخته بودن، غیر از اون خونه که ما میخواستیم بگیریم. هنوز یه خونه کلنگی و قدیمی بود. قدیمی بودن این خونه باعث شد که دل پدر و مادر منو ببره و بخوان که اون خونه رو بگیرن. ولی زمانی من شکم برانگیخته شد که املاکی سر کوچه گفت چندین بار میخواستیم این خونه رو بزنیم بکوبیم ولی نشده. و این سوال برای من پیش اومده بود که چرا نشده. دیگه توجه به این قضیه نکردم. سرتون رو درد نیارم. ما تو اون خونه ساکن شدیم. من میرفتم سر کار، خواهرم هم میرفت مدرسه. به خوبی و خوشی داشتیم زندگی میکردیم تا اینکه یه شب نیمه های شب، ساعت 3 بعد نصف شب، از خواب بیدار شدم که برم دستشویی، که دیدم مامانم وسط سالن با یه سینی چای ایستاده و خیلی مضطربه. بهش گفتم مامان این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ بهم گفت مگه نمیبینی این همه آدم نشستن، مهمون داریم، تو هم با این سر و وضع نیا وسطشون. خلاصه هر کاری کردم که راضیش کنم که مهمونی نیست، احتمالا خواب دیده، مامانم قبول نمی کرد. اون موقع بابا ماموریت بود. صبر کردم وقتی از ماموریت برگشت قضیه رو براش تعریف کردم. بابام اولش گفت خواب زده شده، ولی وقتی که خیلی خیلی اصرار کردم رفت از در همسایه سوال کرد، ولی چیزی که شنیده بودیم عملا برق از سرمون پروند. همسایه ها گفتن که هر کسی تا الان توی این خونه ساکن شده یا دیوونه شده یا فرار کردن. رفتیم سراغ املاکی سر خیابون و گفتش که راستش من خیلی چیز شنیده بودم ولی نمیتونستم باور کنم و همش میگفتم خرافاته. خلاصه رفتارهای مامانم توی خونه خیلی بد شده بود، خیلی پرخاشگر شده بود، خیلی عصبی و ناراحت بود. جوش شد که پدرم رفت و قرارداد خونه رو کنسل کرد. بعدش هم به مالک خونه گفتش که آقا این خونه رو بزنید بکوبید دوباره یه خونه جدید بسازید. ولی مالکش گفتش که والا تا حالا چندین بار خواستیم همچین کاری بکنیم ولی هر دفعه یه اتفاقی افتاده، به خاطر اینکه یا خودم مریض شدم یا خانواده‌ام مریض شدن یا اتفاقی برای کسایی که می‌خواستن میان خونه رو بکوبن افتاده. خلاصه ما که از اون خونه رفتیم و همه چیز دوباره برامون عادی شد، ولی الان اون خونه 8 سال هستش که متروک است. خب بچه‌ها فعلا خواستم اینو کوتاه تعریف بکنم. اگر دوست داشتید شما هم اگر خاطره ترسناک دارید برام بفرستید و به من بگید، من بازم میگردم اگر که داستانای اینجوری پیدا کردم، خاطره اینجوری پیدا کردم براتون تعریف میکنم. فقط زیادتون نره توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم احتمال وقوع هر حادثه هست. اینکه ما چیزی رو تجربه نکرده باشیم دلیل بر این نمیشه که اون قضیه وجود نداشته باشه. اینو یادتون باشه، به خاطر همین سعی کنید که با احترام به خاطره ها برخورد کنید. مرسی تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خیلی مراقب زیبایی هاتون باشید. دوستاتون دارم. توی ویدیو بعد میبینمتون. فعلاً.